به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت همه شما هموطنان عزیز، به ویژه بیننده های گرامی چینل آریانا هرات که همیشه گزارش های ما را دنبال میکنند. به ادامه سفر به کابل زیبا آمدیم به ساحه آرامگاه یا زیارت شاه دوشمشره، جایی که حتما در عکس ها و تصاویر همیشه میبینیم و یکی از نمادهای کابل، پایتخت سرزمین عزیز ما افغانستانه و اخیراً چند ماه میشه که بازسازی شده و در واقع زیباتر شده و زیباتر به چشم میاد. من وقتی ایرات بودم به عکس‌ها دیدم و گفتم هر وقت کابل برم حتما از این ساحه تلاش میکنم که یک گزارشم بسازم. پس ما را همراهی کنیم، ما همیت قدم زده میریم اون طرف و در واقع در مسیر هم صحبت میکنیم و به اونجا هم میرسیم. کاکا جان سلام، مونده نباشه، اجازه است بشینو؟ میره بانی. نام شما؟ نام ما خواه نمالوم هست دیگه. خیلی خوب، چی کار میکنیم؟ بس بیندوزی میکنیم اینجا. موچیگری ها؟ موچیگری میکنیم. روز چند کار میکنیم؟ کاربار چطور است؟ بعد اگه دم یک هفته اگه یک رو پان دیده بود. هیچ کار نکنیم؟ هیچ کار نیست. چند سال میشه که می کوشتوزی میکنیم؟ کی؟ خودتان. ما از وقتی که پیدا شدم من می کارم می کنم. همین ساعه رو به نام چی یاد میکنم؟ این ساعه رو به نام شاد شمشیره والی و ماجد حضرت نبایی. همین منطقه های دیگه جویشیر یاد میشه. شما چند سال هستی؟ ما خب سال وقت مریضی رو تیر کردیم. حال یک ذره دلم زنده شده مریضی رو زیاد. چی مریضی داشتی؟ سر با خود مفتم. تو حال خوب شدیم؟ خوب شدیم. مهم همی که خوبه، فعلا حال خوبه، می مهمه. نه این خوب مهم است، ولی مهم نمیست که اینمی که شما میگین که زنگ مکتب در خانه زده شده. آیا امی زنگ مکتب که در خانه زده شده تنها سر ما زده شده یا سر دیگرام زده شده؟ خب از او بس که بگذاریم، فکر کنم طوله هم میزنیم شما؟ من نو میخوام که یاد بگیرم. خب یک چیزایی که یاد گرفتیم میشه برای ما؟ والا خود دفتن دیگه نیخوام. ما یک امیر یاد گرفتیم که اومده دی باد باز کجا باشه. امور بگیریم دیگه برای ما بنواز از رست گال یاد نگرفت باشه. امور هر چیزی که یاد داریم دفتن خود یاد ندارم. خب مصد میشه ولی چیز جذاب میشه. میشه شما تلاشتون رو بکنم؟ نمیتونم. صحبت در ارمونیه میگرفتم، یگان فرده میگرفتم. باز او ارمونیه رو بیادنم برد از پیشم پرو گفت چک میشه که برو مکتب بخون. دیگه مکتب هم تقریبا یارا تا سنف شش خوندیم. خو پاسوگوی چارده پاس هم هستم، از بسط بین ملالی پاسوگ داده میتونم. آفرین، بسیار عالی، تشکر، بخیر باشین. زنده باشین شما. آمد باشین، زنده باشین. خواهش میکنم، ولی برای ما طوله ننواختین. باز که یاد گرفتم باز میان. صحیح انشالله، بخیر باشین، تشکر. خب، بریم جلوتر و ببینیم که دیگه چی خبر. اینجا کارگران فکر کنم هستم. کاکا جان سلام. سلام خستم. مونده نباشم. خدا قوت. شکر. نام شما؟ نام رازق عبدالرازق. رازق کارگره نا؟ آقا کراچیوانیم. کراچیوانیم. چی انتقال میدیم؟ چی انتقال بتیم دیگه، کار بار نیست، یه چیزی نیست، چی کنید؟ مزه نیست ها؟ نه یه چیزی نیست. چند کار میکنیم؟ امروز 60 روپه کار کردیم دیگه. صبح 60؟ آبا 60. خب این 60 روپه را چی میگیریم به خانه؟ چی بگیریم دیگه، چی کنید دیگه؟ چند اولاد داری؟ 8 تا. 8 اولاد؟ بله. 8 اولاد کتیمی کراچی نان میده نا؟ بله بله. سخت نیست؟ دیگه چی کنه که سخت باشه چی کنه؟ سخت. شما دیگه به میسایه شاه دوشمشیره هستیم همیشه ها؟ بله بله. تشکر. زنده باشید. بخیر باشین. خب طبقه کارگر طبقه بسیار آسیب پذیری هستند در کل کشور، در کل افغانستان و زندگی به هر حال میگذره. زندگی اینا حالا چی سخت چی ساده، زندگی اینا میگذره و بعضا راضی هم دیگه از این زندگی که دارن. کاکا جان مونده نباشین. سلام علیکم. خوب هستین؟ جان جور بخیر. قربان شما تشکر. بامیا کیلو چند است؟ کیلوش از 30 روپه. 30 روپه. بامیا کجا است؟
بامیه جلال آباد. جلال آباد. چارک سیره کن. بیترین بامیه افغانستان کدام ولایت داره؟ مزار شریف. خیلی خوب. ایت مایده تر است ها؟ آه مایده. چوب نیست. چوب نیست نه. ایرات هم بامیه خوب داره. خوردیم تاله؟ تالخ نامده ایجه لامو قشا با خودش. تا ایجه نمیرست. در مارکت کابل نامده. تشکر. خیلی. فعلا دیگه فصل سبزیجات و میوه های افغانستانه در این لحظه و ای که فراوانه دیگه در کل بازارهای افغانستان، مثلا بامیه، بادنجان رومی، بادنجان سیاه، کدو، خیار، ترکاری های بسیار تازه که وطنی دیگه میفهمیم چقدر مزه میده، بسیار زیاده. به هر ولایت افغانستان مخصوصا در کابل، هرات، همه کلان شهرها در هر گزارش میبینیم وقتی که ما به اصطلاح قدم زده که میریم بر ثبت گزارش به هر جا بر میخوریم به میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها. اینجی بازم خربوزه دارن. لالا جان سلام. و علیکم سلام استاد مشهور. تشکر، زنده باشیم. نام شما؟ نام ما رفیق‌الله. رفیق‌الله از کدام ولایت؟ ولایت پکتیا. 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 این خربوزه از کجاست؟ ای از کندوز است، نه بغلان. 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 کیلو چند است؟ کیلو 19 روپه. 19 روپه. سیر چند است؟ سیر 30 روپه. 30 روپه. ها. این زیاد مزه دار است یا خربزه کابل و بادغیس؟ نه خربزه مزاری مزه دار. مزه دار است. بهترین خربزه افغانستان کدام است؟ مزاری. مزاری. ها ما که خوش میایم مزاری. خوش شما. شیرین تره چی رقم؟ شیرین است بخی. روز چند سودا میکنه؟ این خود موتر شخصی شماست نه؟ آه ولی چی؟ موتر شخصی کار میکنه؟ مجبوری است، با خاطر مجبوری کار میکنه. قبلا چی کار میکردین؟ مهاجر خود نشده؟ نه شکر ده این همیجا هستیم. کابل بود. آه در کابل زندگی میکنه. با همین موتر شخصی همیشه کار کرد بهش؟ آه ولی چی کنیم؟ چند کار میکنه؟ در روز 12 ساعت، 1000، باز 8 ساعت در موتر میتیم دیگه هم پیش ما میمانیم. موتر کرایی است؟ آه کرایی است. آفرین، کمی قدر امت داری که کار میکنی، این مهم. کار خدا یاری. بخیر بشی لالا، موفق باش. سپاس، تشکر. خب بازم جلوتر میریم تا با دوستا دیگه خواهم صحبت بکنیم. سلام لالا، مونده نباشی. جان جون. خوب هستی؟ بخیر هستی. قربان شما. عینکا از شماست؟ اینی باشه است. از کجا هستیم شما؟ از پنشیر. پنشیر زیبا. چند وقت میشه کابل آمده؟ 12 سال میشه. 12 سال. چی کاروبار داری؟ این شرکت آقای خان کار میکنم. بسیار عالی. چقدر آشنایی داریم با این سایه شاه دوشمشیره، با زیارت شاه دوشمشیره؟ حالا آشنایی ما خب زیادتر از دیگه. از بسیار وقت میشه، تقریبا 4 سال میشه ما دیگه هستیم. می نمازی تم بند کردن به خاطر یگان نماز خواندن که بسخن ما دیگه نزدیک بود فعالیت و میریم و مسجد نه این نماز می خونیم. نماز میریم به اونجا. حالی فعلا اینجا کسی را کار داشتیم. تشکر لالا جان. بخیر باش. سلامت باشین. خب میریم بازم جلوتر و با دوستا دیگم هم کلام میشیم و صحبت میکنیم. مسیر ارتعی کردیم تا ای که کم کم برسیم به خود زیارت شاه دوشمشیره کابل. خب به اینجی چرخام هست و همگی کار میکنن. لالا سلام، مانده نباشی. خوب هستی؟ شکر. نام چیست؟ نام جاوید. جاوی جان چی داری؟ آیسکریم دی. آیسکریم. وطنی سینا؟ وطنی. میشه ببینم؟ ببین. بیایم که ببینیم چی رقم. خب اینا از چی جور میشه لالا؟ شیر جور میشه. از شیر و چی؟ گاو است. از شیر گاو. دانه چند میتی؟ دانه 5 روپه پس. 5 روپه. اجازه است یکیشه بگیرم؟ اینا رو ما مردم ایراد دیگه میفهمم. یک وقتی میگفتن آلسکا. یک وقت میگفتم آلسکا دیگه، اگه یاد شما باشه به این شکل اینا جور میکردن و بسیار جالب بود.
و اینا فعلا به کابل هم هست. روز چند کار میکنی لالا با این هوای گرم؟ خوبه میصرفه برات یا نه؟ 600 700 1000 غریبی میشه. 300 400 پیدا. شما خوب هستین؟ نام محمد زمان. چی کار میکنی محمد زمان؟ محمد زمان بیکار هستم، سه چهار گرفتم میکنم سه کار گزم کار ما نه رسول جان سالی است. سالا مادم زاده کار مال پیدا نمیشه بیکارم. بیا دکارم که مظالم است. تفنگ چه داره ول چه داره سر از جد اگر گاز کار میاد کشته گاز کار میاد کشته کم از زیاد چه باشه. شما خواهش مندم ما ده کار بگیرم. رسول جان بیادم جست سالی است. انشالله که هر که گزارش میبینه شما چی توانایی دارین که شما را به کار بگیرن؟ بیادر جان شما جای بیادر مثلا تا سر مثلا رئیس جمهور خواهش مندم مرد کار بگه یک آدم غریب هستم مادم سال زار داد همین بیادم توش سال زار داد یک مادر داشتن از دنیا برد حال مادر ندارم سچاک میم گریان میکنم قرآن میخوانم گریه کردم مرم مادر گرفتم مرم مادم دنیا برد مرم پسند نان ندارم با خدا گریه هم یک بیادم ده سالی هستم اشرف غنی رئیس جمهور خواهش مندم مرد کار بگرم حال... انشالله که شما برای شما کار پیدا شد تشکر از پیامش بیادر جان تو شما جای بیادر مثلا تا سر مثلا از ما در تلویزیون بیش بیرد نام محمد زمان است ولی گلمان سالا دختر حساب مادم زار داده مرا دنیا امین کدم چه مادم زار داده دنیا برده همین زیاد چه روز یک کنیم سه دو ست کار سه چه کام کنه از شما بیادر من یک کار مارو بگیرن نام خانم رحمی است بیش خانم رحمی بسیار خوب تشکر از شما ممنون. خب درد دل ها زیاد است وقتی ما میاییم مثلا این برادر ما خواهش از دیدیش که ما یک کاری برای پیدا بکنیم و تابوتون کار بکنه. خب به هر صورت خدا کنه برای همگی کار پیدا شه و مردم از مشکلات نجات پیدا کنند. خب رسیدیم به زیارت شاه دوشمشیره کابل و باشه ببینیم که کی میتونیم پیدا کنیم که در مورد تاریخچه این زیارت هم برای ما معلومات بده و در واقع در این مورد آگاهی داشته باشه. میریم جلوتر و سعی کنیم کیر پیدا کردن میتونیم. حتما کسایی هستن که در این مورد معلومات داشته باشه. کاکا جان سلام. مانده نباشه. زنده باش. چطوریم با گرمی ها؟ والا گرمی خوب بیشتر است. خیلی گرمه. از صبح شما به می هفته و شیشته ایم دیگه. با چاره نداریم دیگه چی کنیم؟ صرافی داریم؟ بله سر. دلار به چند؟ دلار با 8,870 پیسه. یورو با چنده؟ یورو با 84.30 پیسه. بسیار عالی. چند وقت میشه در این مقابل زیارت شاه دوشمشیره کار میکنه؟ من خیلی دیر است که کار میکنم. تقریبا 16 15 سال است که کار میکنم. 10 سال است. چرا به این نام یاد میکنم؟ چی معلومات شما داریم در مورد این زیارت؟ والا در باره زیارت خب ما این میره به نام شاه دوشمشیره ولی یاد میکنن میگفتن که یکی از اون دو اصحابهای رسول خداست. دیگه شما من نمیفهمم. این جدیدن بازسازی هم خوش شده؟ سبی نو بازسازی شده. چند ماه میشه؟ تقریبا یک دو سال بازسازی شد. این یک ماه یک هفته میشه که باز شده. بله. مردم زیاد هم میایند فکر کنم برای دیدن. خیلی خیلی چون جای تاریخی است. جای مسجد تاریخی هم جای موقعیتش شام خوبش است. خیلی مردم میاد. خیلی نمازگزار داره. بسیار امنیت چی قسم است پیسا؟ امنیتش بسیار خوبش است اینجا. اینجا بسیار شلوغ هم خواست نه؟ شلوغ هست بلا اینجا چند ازگاه است از چندین ازگاه است از قلعه فتح‌الله، چهارقلعه، چهلستون، دالمان، دیدانا اینی در چیز هست. یک خاطره برای ما قصه کنیم که از جوانی ها داشتیم به ایجا. بلا خاطره دیگه ما چیزی خواهد روزای بیتر بود و وقت یا بدتر 16 سال پیش؟ نه وقای بهتر بود از حال کده اون چون زیارت واز بود جمع جوش خیلی بود می همه حال چون در زیارت هم قدر جمع جوش نیست مردم هم گشت و گزارش کمتر است نمی گردن. درست است. تشکر. سلامت سلامت باشیم. میریم ما پیشتر گفته ایرتی ها کفتر هم هست کفترهایی که اونجی دونه می خورن و یک تصویر خیلی مقبولی در واقع می شما با اونجی ببینیم در راهی زیارت شاه دوشمشیره بسیار مقبول است این مسجد و این بنای تاریخی در حقیقت و او طرف تر کبوترها یا کفترها است که همیشه میایم به اونجا میشینن دیگه بعضی از مردم هم در واقع در امو ساحه بر اینا دونه میریزن و اونا دونه میخورن همین لحظه هم داخل مسجد خیلی از هموطنان ما در حال ادای نماز هستم که خداوند طاعات و عبادات همه مردم ما را
مورد قبول خود قرار دهد و ای که این ساحه خوشبختانه بازسازی شده. خدا کنه که همه مکانهای تاریخی و جاهایی که بیانگر هویت سرزمین ما، کشور ما هست، بازسازی بشه تا ای که همیشه جاودان بمانه و هر وقت یک خارجی میایه بیایه ببینه، لذت ببره با فرهنگ ما، با عنعناتی که داریم، با سبک زندگی که داریم، با تاریخی که داریم بیشتر آشنا بشه. و این هم کفترهای زیبایی که دقیقاً در این ساحه هست، تصویر خیلی مقبول و کفترهای خیلی زیبا. باشه برین که فلسفه از این کفترها رو هم بپرسیم و بفهمیم که چرا اینا اینجی تجمع کردن و چرا در واقع در این قسمت هستن. من خب واقعا نمیفهمم چرا اینا به اینجی گاین. بله میپرسیم از لالا. لالا جان سلام، مانده نباشی، بخیر، خوب هستی؟ شکر. نامک چیست؟ نصیر احمد. نصیر احمد جان، بله. این کفترها اینجا چی میکنن؟ این کفترهای جرات است، کفترهای شاید همیشه میباشن. آی دائم است، عادت کردن. عادت کردن، بله. باز اینا رو خودت میفروشی؟ بله. برای کی میفروشی؟ با مردم، هر کس. مردم نظر و نیاز میکنن اینا رو پاش میدن یا نه؟ هموش توابی هر رقم کسی نظر میکنه، کسی هر رقم. چند کفتر میباشم اینجا؟ زیاد است دیگه، حساب ازی با خودمون. خیلی زیاد. آی دانه اینجا میخورن، خانهشان هر طرف است. درسته. از کدام ولایت برای بازدید از این مسجد میآیند مردم؟ از کل ولایت های خوما. بسیار مسجد تاریخی افغانستان است دیگه، نو بازسازی هم شده، خیلی مردم زیاد نه. کاکا جان خوبین؟ سلامت. صحتمندی؟ زنده باشی. بخیر. سلامت باشیم. ایره برای چی گرفتین؟ این گندم ما گرفتیم خاص برای سوای خدا به این کفترها بتیم. بسیار خوب. همیشه این کارو میکنه. همیشه هر موقعی که از طرف بیایم این وظیفه ما است که باید بتیم. بسیار خوب. چون ما در پلیس هستیم به خاطر همین خود اینمی از برکت از امیاس که ما دفظ خداوند نباشیم در جای باشیم. وقتی که آدم به یک ایوان مهربانی کنه و ترحم کنه، خداوند هم برای انسان 100% دیگه بس. شما به این باور دارید؟ بله بله. او کسایی که ایوان آزاری میکنن، مثلا سگا رو جنگ میدن، مرغا رو جنگ میدن، چی گفتنی دارن؟ ما بر اونها گفتنی ما اینمی است که دائم از وقتی که ما شما میمیره خداوند هست کرده، ما شما را هم خداوند هست کرده، ما با شما به یا رحم بکنیم خداوند تا به ما رحم کنه، بالای ما ببینیم. بسیار عالی و پیام بسیار خوبی داشتین، تشکر از شما، ممنون. نه باش، تشکر. فقط این تصویر رو به خاطری ببینیم، بعضی از کسایی که زبان ما رو میفهمن، فارسی زبانهای دنیا، ما مردمان مهربانی هستیم، مردمان مهربانی هم داریم، مثل از این برادر کمی لحظه آمدن گندم خریدن و دانه میدن برای ایوانات، دعای خیر میکنن و خود از این نشان میده که مردمان ما طرفدار صلح هستند، مردمان ما طرفدار آرامش هستند، مردمان ما طرفدار جنگ و خشونت نیان. و حتی ببینیم که اون موتر اونجا تاکسی استاد شد، پول داد که برای این پرنده ها دانه بریزن و چقدر کار با ارزش، چقدر کار مفهومی و ارزشمند. باشه که من از این دانه ها بگیرم برای من بدیم که به این جگه پاشتم، یک 20 روپیگی بدیم. چی رقم اینا رو پاشتم؟ خب باشه برم این طرفتر که به تصویرم بیایم و دعا بکنیم که امنیت و آرامش به سرزمین بیایه و ای که دیگه ما شاهد ناامنی نباشیم. البته به هر حال حس خوشایندی فکر کنم. خب
گزارش خود ختم میکنیم. به منجی خدا کنه که لذت برده باشیم. گزارش ما از ساحه زیارت شاه دوشمشره، زیارت تاریخی شاه دوشمشره و این کفترها و کبوترها واقعا است خوبی داد برای ما. انشالله که کفتر سول باشن همگی از اینا و آرامش بیه به سر زمین ما. ممنون که با ما همراه بودید. خدا کنه لذت برده باشیم از گزارش ما. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.